پر از رفیق کامبیز برای صحبت بسیار مبسوط و جامعش نشونه ای از بحث های خوبی که به دنبال خواهیم داشت سر این مپس امیدوارم رفقا همون اندازه که من استفاده کردم استفاده کرده باشن از این بحث و در پرسش و پاسخ و گفتگو با رفیق کامبیز شرکت کنند رفقایی که مایلن دستاشون رو بالا کنن و سالاشون رو ترک کنن من تا رفقا آماده بشن یه نکته خدمت رفقا بگم اونم جلسه هفته بعدونه من اگر دوستانی که هفته پیش آمدن یادشون باشه متاسفانه جلسه هفته پیش نتونست برگزار بشه و بحث من به عقب افتاد و این بحث هفته بعد خواهد بود مبحث دوربندی سرمایه داری. هفته بعد یعنی هفم رفقای عزیز دست کسی بالا نیست سارای عزیز میبینم دست شما بالاست بفرمایید شما شروع کنید حامی جا خیلی ممنون تراب جا خیلی ممنون من میخواستم اگر ب... میدونم که در مجموعه بحث بیشتر و بیشتر آشنا میشیم که از نظر سیاسی و برای دنیای امروز ما این بحث هایی که میکنی چقدر کارسازه چقدر واقعا اساسیه که اشتباهات گذشته تکرار نشه مثلا توی حرفایی که میزدی یادم میاد قبلا من توی جلساتت بودم اشاره به این که بچه ها شاید متاسفانه در سطح جهان استفاده شده از هگل و دیالکتیک برای اینکه مواضع انقلابی رو روشن بکنه در صورتی که الان توضیح دادی که در واقع دیالکتیک هگلی دنیای سرمایداری رو داره توضیح میده و اگر بتونی یه کمی راجب عواقع به عواقب این به ما بگی که چطور از این استفاده شده چی شده و الان در نگاه به آینده اون جنبشی که الان در سطح جهان داره همطور برو میکنه در همه جای دون چهار گوشه دنیا چطوری میتونه به ما کمک کنه میدونم خیلی ممنون خسته شدی و میدونم این رب دادن اینا کلی چی سینجین چیدن لازم داره ولی اگر بشه خیلی ممنون میشه هم. خیلی ممنون از سوالت آره این خیلی چیز مهمیه هم در مورد دیالکتیک هم در مورد فلسفه به طور کلی یعنی مارکس از همین جا شروع میکنه و بعدا این میشه پروژه زندگیش اقلا زندگی اینتلیکچوالش که همیشه دنبال اینه که بگرده پیدا بکنه چه شیوه تفکر و چه شیوه تحقیقی توجیهگر نظام موجوده و اونو از اون زاویه انتقاد بکنه مثلا بعدا که میرسه به اقتصاد سیاسی میاد بررسی میکنه که چرا یک نوع خاصی از نگرش منجر به قانون ارزش میشه و قانون ارزش چرا در خدمت توجیه وضع موجوده و چرا توی انقلاب آینده ما ما باید اول چیزی رو که سعی میکنیم به صلاح کنیم دیسمانتل کنیم و از بین ببریمش قانون ارزشه و این چه توی شکل کانکریت خودش خودش نشون میده یا توی همینجا توی نقد فلسفه حق هگل به ما میخواد نشون بده که چطور برابری حقوقی و قرارداد و شخص حقوقی و اهلیت حقوقی یعنی این مقولاتی که حقوق مدرن روش پای شده توجیهگر نظام سرمایداری و ما اگه میخوایم به یه نظامی برسیم که درش انسان بتونه خودش رو تحقق بده اون وقت باید یکی از چیزهای اساسی که باش برخورد میکنیم همین مقولات و نرمهای حقوقی باشه و ببینیم چجوری اینا رو میشه از مثلا دیسمنتل کرد دیکانسترک کرد و به نهادها و مؤسسات روابطی رو گذاشت که انسان به صورت شفاف حضور داره توشون نه به صورت شخصیت و حقوقی و قرارداد و نرم و اینجور چیزا به همین ترتیب بحثش در مورد اخلاق در مورد اقتصاد در مورد همه چیز در مورد دیالکتیک برای خاطر اینی که دیالکتیک یکی اصل عدم تضاد و میبره زیر سوال و دوم اصل آیدنتیتی رو این همانی رو در نتیجه جا رو باز میذاره برای توجیه هر چیز غیر قابل توضیح شما هر وقت گیر کردی و بت من متذکر شدم که خب بابا اینی که تو میگی با اونی که داره زدشم میگی که خب نمیخی که هر دو رو دفاع بکنی که تو باید استدلال بیاری و استدلالت غیر قابل رد شدن باشه شما به من میگی که نخیر این اصل عدم تضاد رو شما داری به کار میبری که مال منطقه دیگه ایه. ما دیالکتیکی فکر میکنیم در نتیجه میریم با کسیفترین نوع ارتجاع اسلامی همکاری میکنیم و میگیم که اینا انقلابی هن. بعد که بهش میگه خب مگه انقلاب و ارتجا و اینا یه تعریفی نداره که خب بعد بر مبنای اون تعریف اینا زده هم که در میاد که چطوریه که انگوشتایی آدمی رو بریدن یا یکی رو سنگ سار کردن یا خلاصه نوکر و عبد و عبید یه نیروی برتر از خودمون بودن یعنی آزادی و انقلاب و فلان این چجوری میشه و چه منطقی درست در میاد میگه خب این دیالکتیک دیگه شما شما نمیتونید دوگماتیک داری فکر میکنی دیالکتیکی اگه فکر کنی میفهمی که دو بچه دزاد ججه. یه مش پرت پر در نتیجه خیلی اتفاقا به درد ما میخوره که بتونیم این این طرز تفکر رو بذاریم کنار به عنوان طرز تفکری که همون جور که خود مارکس هم گفته تیالاجیک هست چون اصل تیالاجی فقط هم مارکس نمیگه نیچه هم میگه همه میگن که اصل مذهب توجیه اون جریانیه که خیلی دردناکه و غیر قابل توجیه شما میای یه خدایی درست میکنی اون خدایه همه چیزای ناجور رو جلوه میده که خیلی هم عالیه و بعد بر مبنای اون اون شرایط غیر قابل تحمل و قابل تحملش میکنی برای خودت بعدم به دیگران هم تحمیل میکنی که شما بیان همینجوری فکر کنی و این بحث مارکس در نقده به دیالکتیک در واقع این جنبه رو خیلی در خودش داره و خیلی به درد ما میخوره که ما ای اینو یاد بگیریم و به کار ببریم و جوری حرفمون رو بزنیم که قابل رد کردن باشه که برای خودمونم بدونیم چی داریم میگیم نه اینکه هر موقع یعنی در واقع تئوری باید رهگشای ما در جریان شناخت باشه بند از پای نادانی ما برداره نه اینی که برعکس خودش یه بندی بشه خودش یه وسیله ای باشه که نادانی ما رو توجیه و چیز بکنه قابل پذیرش کنه مرسی کام بجام یه سوال دیگه داشتم فقط یه خود خلاصه کنم ببینم درست یعنی اینکه میگی که توی این تفکر که دیالکتیک مثل یه حکم تاریخه باید حتما اول سرمایداری بیاد باید به درجه ای از رشد برسه بعد باید اینطور بشه که این باعث میشه یه تصویر مراحل به اصطلاح سرمایداری رو چیدن به این طریق اه... یه فکر جزمیه مثل مذهبی به وجود بیاره که به, براه... راهی که ما میخوایم ما رو نرسونه همراهمون کنه با جبه های مختلف سرمایه دارا اگه من درست فهمیده باشم خب مثلا مارکس در, در وقتی که مقاله می نویسه به عنوان یه روزنامه نگار زمانی که جنبش برده های آمریکا هست خیلی واقعا جالبه چطور اون رو در اون یک جنبش انقلابی میبینه برخورد نمیکنه بگه که مثلا خب اینا میدونین آیا به مراحل تاریخی سرمایهداری میخورن میبینه یک انسانهایی دارن از انسانیتشون در چارچوب جامعه سرمایه به اون انباشت بدوی در اون زمان توی آمریکا دارن برخورد میکنن و از اونا حمایت میکنه یعنی همین که گفتی به پدیده به صورت مستقیم نگاه میکنه به جای اینکه یه سری قالبایی داشته باشه که به زور اونا رو بچپونه توی هر شرایطی مثلا این تب تند جامعه مدنی که یه مدتی یه ده بیست سالی خیلی بین بچه های ایرونی تند شده بود و اینکه حالا ما احتیاج داریم اول بریم از طریق جامعه سرمایه‌داری رو استبلیش کنیم جامعه مدنی داشته باشیم مردم ما یاد بگیرن چجوری جامعه بورژوایی داشته باشیم انکشاف طبقاتی بشه یکم راجع به این برامون بگو چی فکر میکنید که یعنی اون وظایف دموکراتیک که یه حکومت شورایی میتونه به پیاده بکنه در مقابل این بحث همی که گفتی هگلی تاریخی که نما حتما باید این جامعه برجایی رو داشته باشیم بعد بریم به مرحله بعد مرسی آره این, این خیلی چیز مهمیه من فکر کنم یکی از بدبختی های ما چپ این بوده که گرفتار این نظر شدیم و بیشتر جریان های سیاسی هم از انترناسیونال دو به اون بر. حتی یه خودم قبل از انترناسیونال دو تو این دام افتادن و در واقع دام رفرمیزم و بیچارمون کردن اینی که اصولا مارکس صحبت نمیکنه راجع به این شماهای ماورای تاریخی که نمیدونم راجع به همه چی از از کمون اولیه تا سرمایه دونه دونه قشنگ توضیح میده و چارچوبش هم میگه و میگه کجا باید بریم به کجا مارکس اصلا اینا رو قبول نده حتی راجع خود سرمایه داری هم میاد مثلا جامعه انگلیس رو میگیره دقیقا بررسی میکنه که چطور سرمایه داری تو اون شرایط ویژه به این صورت معین رشد کرد هیچ چیزی نداره که نه حتما در تمام جوامع دیگه دنیا هم همون مسیر انگلیس طی خواهد شد اصلا همچه حرفی نمیزنه یا مسئله انباشت بدوی رو که اونجا میگه میگه یه سری اصول داره یعنی تولید جدا کردن تولید کننده ها از وسایل تولید و قارت اموال اونا و تبدیل این اموال قارت شده به سرمایه همین آیا دقیقا همونجوری که توی اونجا گداخونه درست کردن دستای آدم ها رو می بوریدن, بیکارا رو شلاق می زدن به صلیب میکشیدن یا انکلوژر به وجود اومد که چرا زمینای دهخانه رو تبدیل کردن به چراگاه و چرا در واقع گوسفندا اومدن آدم ها رو خوردن اینی که عینا همین قضايا بشه اصلا مارکس اعتقاد نداره و این واقعا خیلی حرف مهمیه و همینم که تو گفتیم من خیلی باش موافقم حالا چند وقت پیش افتاده بودن به این تب جامعه مدنی و سابجکتیویتی ما ندانیم و اینی که باید اصلا اصلا مبارز سیاسی رو باید کم بکنیم بپردازیم به این مبارزات به اصطلاح فرهنگی که ما بتونیم از این نظر روش کنیم خلاصه از این جور چیزا که یه سری پیشفرزا رو تبدیل میکنن به دستاوردهای تجربی ناشی از تحلیل و بعد اونا رو دیگه مسلم میپندارن حالا یه موقعی این تکامل تکخطی بود که جوامع از این مراحل میگذرن بعد اومدن اینو گشتن کنار جاش مثلا همین جامعه مدنی گشتن امروز هی راجب مدرنیتی و اینی که به جای صحبت از انقلاب سوسیالیستی ما باید صحبت بکنیم از اینی که چطور میشه سابجکت به وجود بیاد حاکمیت خرد به وجود بیاد حکومت قانون به وجود بیاد از اینجور حرفا به جایی که ما فکر بکنیم که خب توی جامعه ما امروز خواست آدما وقتی که آدما میان توی خیابون وقتی میگن زن زندگی آزادی زندگی یه چیز مهمیه حالا بگیم آقا این توی مقبولات سنتی توی مسئله زندگی مطرح نشده زیاد مسئله ماتریالیزم بوده و اینی که چطور عینیات رو باید باش برخورد کرد حالا شده که شده توی ایران زندگی مهمه چون یه ترکیبی از اسلام و سرمایداری هست و سرمایداری از کانال اسلام داره وارد میشه که نکروفیلیکه مرگ فرسته و جنبش انقلابی ما به خوبی اینو تشخیص داده حالا ما بشینیم این آنالیز بکنیم که چیه چرا حتما جنبش انقلابی باید مسئله زندگی رو در نظر بگیره یا آزادی یه مقوله مهمیه امروز این آزادی مفهومش چیه این فرق میکنه با اون آزادی که لیبرالا توی جای تو یکی از مثلا مناطق اروپا مطرح کردن یا دموکرات ها توی مناطق دیگه مطرح کردن هیچ کدوم از اونا نیست این آزادی مفهوم خیلی عمیقتر و گسترده تری داره که ابعاد خصوصی عمومی رو در بر میگیره و خیلی به مفهوم کمونیستی آزادی نزدیکه نزدیکه که اصلا به نظر من یکی با مفهوم کمونیستی آنارشیستی فمینیستی ولی با مفهوم لیبرالی و دموکرات خیلی کمه مربوطه یعنی توش مسئله حکومت قانون و دولت قوی و اقتدار و اینجور چیزا به نظر من خیلی کمه حالا ممکنه یه اشاراتی هم هست ولی خیلی جریان های دیگه ای رو در بر میگیره این آزادی که خیلی بهتر میشه با یه برخورد کمونیستی توضیحش داد به هر حال آره من باید موافقم که این باید خیلی دقت کرد به این مسئله که شماهای کلی ماورای تاریخی هیچ وقت نسا مرسی ببخشید من هی hey, یادم میشه آن میوت کنم خودم و خودم رو میبخشید مرسی رفیق کامبیز رفیقمون نسرین نواب دستشون رو بالا کردن به من یه کمی اینتراکت مج... شده بودن خیلی ممنون اینقدر سوالای های یعنی مسئله که هست در واقع اینقدر ایه تو هر موردی که میخوایم برفورد کنیم به یه واحد انسان رو ت... بخوایم اصلا رابطه رو تعریف کنیم یا تو همش توی برنامه ریزی ها توی شرسزی, توی قانون توی همه اینایی که میگین هر کدوممون تو هر جایی که هستیم بر من که خیلی این تجربه که بوده که همه این ابعاد زیر سا... اینی که ما چجوری اون آزادگی انسان مارکس رو بتونیم حفظ کنیم و اون آزادگیه که ما دنبالشیم اونجاست که اون معنی میده که میارمون اینه که آزادگی چه خودمون چه بقیه رو آیا داریم میگیریم یا نه گرفته میشه و اونی که سر برده ها شد یا سر همزمانی ممکنه نتونی توضیح بدی ولی میدونی یه حقی داره گرفته میشه یه حق انسان بودن حق زندگی برای همین مباحثی که میکنی همش خیلی سوال برانگیز و یه چیزای پایه ای که من اینجا از پرسته بودم که این همانی رو اگه میشه باز کنین و اینی که چجوری تو همه این عرصه این, همانی تعریف که میتونه هگلی باشه یا مارکس باشه یا نقدی که بهش میشه چجوری فرق این, این آزادگی در یعنی کجا این همانی میتونه آزادگی رو پنهان کنه محدودیت آزادگی و انسانو ممنون شد خیلی ممنون ام بله اصل این همانی آیدنتیتی یعنی یه چیزی میتونه هم خودش باشه هم ضد خودش یعنی رد اصل این همانی که هر پدیده ای میتونه هم خودش باشه هم ضد خودش خب این مارکس انتقادی که بهش داره اینه که این در عرصه تفکر شما میتونین اینو بر این رو بگین برای اینکه مرزای مفاهیم اونجور همدیگر رو از هم جدا نمی کنن که مرزای پدیده های واقعی خودشون رو از همدیگه متمایز میکنه. شما در دنیای واقعیت نمیتونید بگین یه چیزی هم خودش هم ضد خودش مگر اینی که از اون پدیده مشخص انتظار بکنید مفهوم اون پدیده رو با یه مفهوم دیگه بسنجید اون وقت باندری هاشون لوس میشه یعنی نرم میشه و میتونه از هم جدا بشه در نتیجه آیدنتیتی میره زیر سوال یعنی این همانی میره زیر سوال وگرنه شما یه درخت مشخصی که جلوی تونه نمیتونیم بگین که این درخت مشخص همون ماشینیه که پشت خونه رفیق من پارک کرده خب اینا دو تا چیز مشخصن یه باندری مشخص در یه زمان و مکان معینی قرار دارن اصلا امکان نداره یعنی اصل آیدنتیتی اصلا خدش پذیر نیست در این ای که من کردم اما میتونیم بگیم که من میام از درخت مفهوم شیعیت وجود وجود رو ازش استنتاج میکنم انتظام میکنم میرم در مورد ماشینی هم که جلو خونه دوست من پارک کرده میام ازش انتظام میکنم از اون چیزهایی که به صورت کانکریت کانکریت این ماشین رو تعریف کرده رنگش آبیه چهار تا چرخ داره فلان میگم خب اگه چرخم هم نداشت بازم بود دیگه اگه رنگش هم آبی نبود اگه فلان نبود بالاخره اگه هیچ کنم از این مشخصات هم نداشت بازم هستی داشت یعنی وجود داشت درختم اگر برگش ریخته بود اگر گل داده بود نداده بود درخت خورما بود درخت فلان بود هر چی که بود بازم وجود داشت پس از این نظر این درخت همون ماشینه چون هر دوتا وجود دارن هر دوتا هستی دوتا دو, تا دو تا جلوه از هستی پس آیدنتیتیشون این همانیشون میتونه زیر سوال برده بشه به شرطی که من با اینا به عنوان ایده به عنوان مفهوم برخورد بکنم نه به عنوان شی واقعا موجود اینه که مارکس به هگل انتقادش اینه که ببین تو فکر میکنی بیگانگی یعنی موجودیت یافتن یعنی عینیت پیدا کردن تو وقتی میگی ایده از خودش بیگانه میشه یعنی خیال میکنی وقتی ایده تبدیل به موجودات عالم میشه و بدترین جلوه از خود بیگانگی برای تو طبیعته چون اصلا جنبه ایده و ایدئال نداره فقط وجوده وجودی که آگاهی نداره وجودی که وقوفی به خودش نداره در حالی که به نظر من بیگانگی یعنی اون شکلی از وجود ایدئال که به خودش از خودش قافله یعنی بیگانگی خاص انسانه نه خاص وجوده نه چون ایده از خودش بیگانه میشه چون انسان یه جهانی رو می آفرینه ولی خودش در اون جهانی که آفریده نمی بینه اون خانه هستی انسان دیگه نیست احساس تعلق نمی کنه به اونجا برای این میشه بیگانه و به این معنیه که آیدنتیتی اصلش میره زیر سوال یعنی آیدنتیتی انسان در جامعه سرمایه زیر سوال میره یعنی این همانی نه توی هر دنیای طبیعت و اجتماع و تاریخ و هر جایی هر چیزی ضد خودشه نه این تعمیم بیش از اندازه باعث میشه که اصل موضوع اصلا از بین بره تو اونی که میخوای بگی در واقع باید این باشه انسان که خالق هستی خودشه در جامعه سرمایه داری به مخلوق اون چیزهایی که آفریده تبدیل میشه میشه بنده اونا به جایی که آزاد باشه و آفریدگار هستی باشه میشه محکوم و اسیر موجوداتی که خیال میکنه اونا این آفریدن نمیدونم تونستم توضیح درستی بدم امیدوارم شده باشه رفیق نسلین ادامه نداره صحبتتون اگر هست میتونین بفرمایید دوباره اگر نه که من از رفیق سیامک بخواهم بحثشو بکنیم سیامک عزیز بفرمایید مرسی خیلی ممنون مرسی رفیق هم از این خسته نباشین البته من توی چت یه سوالی بود اینو بخونم یا چون خب واقعا از من زودتر این گفته بود چون ولی شما ببینم معمولا شما اینا رو باید بخونیم دیگه رفت فطراب نه یا من میتونم الان سوالی بود توی چت نسیم پرس بفرمایی رفیق سیامک نه همیشه شما بکنید تا حالا بفرمایی <تص> یه سوالی هست از ام نسیم که اینجوری سوال میکنه که خب میبخشید یک سوال داشتم میشه کمی هم راجب به رابطه میان فویرباخ و هگل توضیح دهید البته نمیدونم چه شاید طولانی باشه ولی خب اینجوری سوال کردن بعد البته من خودم هم یه سوالی داشتم ولی نمیدونم حالا اونو الان بپرسم یعنی که اول میخواین رو جواب بدین یا من سوال شما هم سوالتون رو بگین که هر تا رو سوال من اینه که ببینیم مثلا الان یه چیزی که من اینجا نمینی که خب یه جوری به نظر میاد که مارکس داره نقد گل از این لحاظ میکنه که خب متدش خیلی متد اسپیکولیشن هم که خودتون گفتین یا پیش بینی هست و همجوری که اون ایدالایی که خودش تو فکرش هست داره بیان میکنه نه اون که در واقعیت هست و یه جوری حالت خب انگلیسی حالا میگن با... تعمل دیگه بی, کانتمپلیتیو بی. ولی از یه جهاتی هم مثلا من دارم اینو جوری نگاه میکنم که خود اصلا خب برخورد مارکس هم همینه در واقع با پگیل یعنی ما که اینجا که هیچ شواهد امپریکینا هم که نمیبینیم که درسته و با توجه به اینی که خب مارکس اون موقع مثلا اینی که نوشته 18 سالش بود اینا من میخوام ما واقعا چقدر باید این, این نقد رو باید جدی بگیریم و یه بار دیگه بگیم که چرا مهمه و این حرفی که من میزنم کجاش ممکنه مثلا پای غلطی باشه داشته باشه باشه نمیدونم منظور منو فهمید این سوال بله بله برای. من همین سوالم مرس خیلی ممنون um... د... ببخشین در ببخشین من نمیتونستم آن میوت کنم خودم و مثل که به خاطر قبلا آن میوت هم کرده بودن اگه که فقط من تشکر میکنم زمین این که این بحث افاده یه چیزی که بود اپلیکیشن این استفاده این چون به نظر میرسه که تو چیز قانونی اینو خیلی استفاده یعنی توی تعریف این که آیدنتیتی و آیدنتیفای کردن که بعد آبجکت یه جوری از نظر حقوقی تو تعریف میشی اینو چجوری از نظر تعریف انسان یعنی این این آیا به کار بردن یا نه یعنی جایگزین میکنن با یونیورسالیتی آدم اون یونیک پرسونی که میتونه زنده ولی تعریف میشه چون پایه همه این تبعیز است پایه اینی که تو به عنوان زن تعریف میشی به عنوان یه یعنی این این همانی میان یه جوری اینا تو این آیدنتیفای میشن یه جوری میدونی این کاربرد و اینی که چه جوری میشه آن یعنی که نزدیک هست هی بیشتر به اینکه این زنانگی و مردانگی و نژاد و اینا داره واقعا فهمیده میشه که یک برای همه باید بجنگیم با تجربه هایی که داره الان میشه تو دنیا ولی چجوری استفاده میشه ممنون میشم اگه که موردی داشت ولی ببخشید قطع میکنم و خیلی ممنون دیگه مشتاق شنیدن حرفای بعد خیلی ممنون بله این جریانی که آیدنتیتی متحجر میشه به خصوص توی تفکر حقوقی حقوقی مدر اینم خب یه مشکلیه که مارکس باش برخورد میکنه یه یعنی یکی از انتقادهای بزرگی که داره به تفکر حقوقی همینه که آدمه رو کریستالیزه میکنه متحجرش میکنه و اون خصلت اصلی آدم رو که خلاقیت و خودآفرینی هست ازش میگیره حالا مارکس خیلی دقیق اینو توضیح داده ولی الابوریتش نکرده ولی پاشوکانیس که تو دوره بعد از انقلاب روسیه مهمترین تئوریسین حقوقی شوروی بود خیلی قشنگ این قضیه رو باز میکنه متاسفانه طبق معمول استالین اعدامش کرده و فرصت نداده بهش که اینو بست بده ولی پاشوکانیست خیلی بحث میکنه از این قضیه که این در واقع جنبه از خود بیگانه حقوق تو جامعه سرمایه داری در همین متحجر کردن و, و قالب بندی آدما و اعمالشون هست در قالب مقولات و احکام و نرمای قانونی و خیلی اینو مورد انتقاد قرار میده که جلوی خلاقیت رو میگیره جلوی آزادی رو میگیره در مورد شما رفیق سیامک که گفتین اینکه مال مارکس با مال هیگل چه فرقی داره فکر کنم خیلی تفاوت داره فقط هم هگل نیست با کانت با فیخته با شلینگ کلا با ایدالیزم آلمانی مارکس یه خطکشی خیلی دقیقی پیدا میکنه در این حال که خیلی از حرفای اونا رو جذب میکنه و به کار میبره چون ایدالیزم آلمانی نه ماتریالیسته نه ایدالیسته نه امپیریسیسته نه راسیونالیسته هر دوتا جنبه رو تو خودش داره مثلا کانت معتقدی که همونقدر که داده های حسی و تجربه حسی و امپیریک برای شناخت مهمن همون قدم مقولاتی که چیز هستن پیشین هستن آپریوری هستن ما قبل تجربی هستن و تو ذهن ما وجود دارن در, ش... در ساختن شی که موضوع شناخته تاثیر دارن یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که یه رنگ قرمز رو میگیرین و حس چشاییتون یه نوع شیرینی بهتون میده حس بیناییتون گفتیم رنگ قرمز رو میده حس لامستون گردی رو میده و نرمی میده خلاصه یه مجموعه ای رو میده این مجموعه داده های حسی رو ذهن شما میذاره کنار هم و مفهوم سابستنس یا جوهر ازش میسازه میگه این سیبه شما در واقع سیب رو نمیبینین یا سیب رو نمیچشین شما یه سری داده های حسی مثل شیرینی و قرمزی و کروی بودن و فلان اینا رو میگیرین ولی ذهن شما یه سری مفاهیم یه سری مقولات درش هست مثل مقوله سابستنس و یا یه سری اینتویشنایی دارین مثل زمان و مکان که این داده های حسی رو جمع میکنه میذاره کنار هم یه وحدتی بینشون برقرار میکنه این وحدت دیگه از بیرون نمیاد از داده های حسی نمیاد تجربی نیست این وحدت مقابل تجربیه از طریق مقولاتی که تو ذهن شما هست به شی تحمیل میشه در نتیجه انسان هم دخالت داره در خلق اشیا مطابق این زبون ازوب میگه کانتو اینجوری پیچیدش میکنه مارکس خیلی ساده میگه میگه انسانه که محیطش رو میآفرینه و در جریان خلق محیطش خودش رو هم میآفرینه پس انسان هم خدای خود و آفریدگار خودشه هم خدای جهانیه که در اون داره زندگی میکنه پس طبیعت هم مخلوق انسانه انسان هم مخلوق انسانه خب با توجه به این قضیه میگه یه قانونمندی بیرون از انسانی وجود نداره که تعیین میکنه انسان چیه انسان خودش قانونمندی های هستی خودش رو میآفرینه و ما باید اینا رو بشناسیم چونم انسان آفریننده این قوانینه یعنی خلاقه پس از پیش تعیین شده نیست هر جایی در هر زمانی اون انسان خاص یه جوری جهان خودش و خود انسان آفریده بنابراین ما باید لاجیک خاص اون موضوع خاص رو پیدا, پیدا بکنیم هگل در نقطه مقابل این قضیه قرار داره هگل میگه یه سری قانونمندی ها هست که اون قانونمندی ها از درون ایده عمل میکنن و اینا یه سری اصول دارن مثل اصل تزاد، اصل وحدت زدین، اصل تکامل، فلان از این حرفا که در نتیجه میگی یه این قانون مندی ها مستقل از اینی که تو آدم خاص در این لحظه خاص تاریخی در این مکان خاص چی میخوای و چه کار داری میکنی اون قانون مندی ها عمل میکنن و عمل تابع تو نیست تو تابع اون عمل کردی خب این از اینجا وصلش میکنه به همون تفکر الهی و تیالاجیک همون جور که مشیت الهی تعیین میکرد که تو امروز این کارو بکنی یا اون کارو بکنی این تصمیم بگیره یا اون تصمیم به همون ترتیبم هم قوانین ذاتی درون ایده هستن که تعیین میکنن توی تاریخ یا توی زندگی فرد یا توی اجتماع یا توی دولت نهادها چجوری عمل بکنن در نهایت تو از اونجا پیدا میکنی بنابراین لازم نیست که بری به طور مشخص اون پدیده رو آنالیز کنی و بخوای بفهمی که این چی شد چرا اینجوری شد پدیده طبق قانونمندی هایی که از قبل توی کتاب منطق هگل کشف شدن و قانونمندی های درون ایده هستن توضیح داده میشه بقیه کتاب ها در واقع اپلیکیشن اون قانونمندی ها هست امیدوارم تا حدودی روشن شده باشه بله مرسی رفیق سارا دست شما میبینم بلنده بفرمایید اگه میخوای صحبت کنیم مرسی من میخواستم اگر اشکال نداشته باشه فضولی کنم جواب یعنی صحبت, صحبت نصرین رو یه کمی راجه به اون حرف بزنم فکر میکنم سؤالشون این بود که این, این فرد حقوقی چه با توجه به آیدنتیتی و این فرد حقوقی رو چطوری میتونیم باهاش برخورد بکنیم نه از نظر ما به نظر من اینجوری اومد که ببینید این این فرد متحجر ما خودمونم اینو میدونیم دیگه جامعه سرمایه داری میگه که همه افراد برابرن ولی همطور که الان توضیح دادی کامبیز نابرابری در جامعه سرمایه داری پشت برابری خودشو پنهان میکنه میگن همه با هم برابرن حقوق دارن ولی ما میدونیم که زنا کارگرا و همه اقشار دیگه ای که تحت ستمن مثل مثلا سیاکوستا در آمریکا مهاجرا اصلا حقوق برابری ندارن اونی که توی اوکلند زندگی میکنه و هر روز از خونش میاد بیرون ممکنه گلوله بخوره همونقدر حقوق داره و برابره که اونی که در یه زندگی خیلی مرفهی داره یا مدرسهش رو میتونه انتخاب کنه محل زندگیش رو میتونه انتخاب بکنه یا زنها وقتی که در عرصه خصوصی تمام کارهای زنانه رو انجام میدن غذا میپزن از بچه ها نگهداری میکنن بزرگ کردن بچه ها نگهداری از خانواده حتی در روابطی که دو نفر هم باشن به عهده زنه که بهش میگن تمام کارهایی که میره زیر کاتگوری کیر یک مقدار زیادی کاره که نه فقط اینکه پرداخت نمیشه بلکه این عرصه خصوصی عمومی رو توی جامعه حتی توی خانواده که گفتی جدا میکنن بنابراین تمام اینا رو میگن خب این انتخاب خصوصی این زنه که بچه داشته باشه یا خانواده داشته باشه یا بخواد به خانوادهش هم همونقدر محبت و به اصطلاح وقت بده که مثلا به کارش میده به شغلش میده به پیشرفت در کار این جدا شدن این دوتا عرصه در واقع همه با هم برابرن ولی برابر نیستن فقط یه توهمه که آدم ها با هم برابرن نمیدونم کام بزن... این نظر چیه چجوری من اینو توضیح دادم به نظر درست میاد چون واقعا یکی از رازهای جامعه سرمایه داری که مارکس اینقدر زیبا اونو کشف کرده مثل مسئله سرپلاس یعنی کارگره میره سر کار پول میگیره حقوق میگیره میتونه حتی بگه که من بیشتر میخوام کمتر میخوام بنفیت میخوام و بعدم سرمایه دار میگه که خب اوکی من اینقدر به تو حقوق میدم ولی در واقع ما میدونیم که یه اضافه ارزشی هست که داره سرمایه دار رو اکسپوننشالی ثروتمند میکنه و, می و کارگر برعکس این پنهان شده از توی قضیه حقوق چون کارگره میتونه بره بگه سه ماه به من حقوق ندادی یا منو چیت کردی ولی هیچ وقت نمیتونه بگه اون اضافه ارزشی رو که من دارم چون پنهان شده است توی این روابط کار دست مزدی همینطور فردیت جامعه سرمایه داری پوچ توهیه از اون زندگی واقعی که مردم دارن میکنن طبقه رو شامل نمیشه زن و مردی رو شامل نمیشه مهاجر بودن رو شامل نمیشه نژاد رو شامل نمیشه مرسی. آره. آره منم خیلی موافقم نه اینی که برابری دروغه برابری یه مفهومیه که توی دنیای سرمایه داری به صورت انتظایی و حقوقی کاملا مسلطه یعنی دروغ نیست این نیست که بورژوازی ما رو از طریق برابری داره فریب میده ولی نابرابره نه برابری در مفهوم بورژوایی یعنی حقوق حقوق هم یعنی اینی که انسان به صورت انتظایی اهلیت داره یعنی من صلاحیت دارم که در مورد مایملک خودم تصمیم بگیرم ولی برده ش... ش... این نوع برابری شامل حالش نمیشد تو جامعه برده داری یا دهقان توی دوران قرون بستا این مفهوم از برابری که مفهوم حقوقی هست شامل حالش نمیشد دهقان اهلیت نداشت که راجب خانوادش ببخشید راجب مایملکش تصمیم بگیره برد اهلیت نداشت حتی راجب زن و بچهش تصمیم بگیره می بردن به همسرش تجاوز می کردن بچهش رو می بردن می فروختن. یعنی اهلیت نداشت برابر نبود ولی الان کارگر و سرمایه هر دو از نظر اهلیت برابرن منتها به همین معنی که تو گفتی خود این برابری زامن حفظ نابرابری و استثمار تو جامعه سرمایه داری یعنی یه نوعی از برابریه این برابری حقوقی که تضمین میکنه استثمارو رو تضمین میکنه که من به نیروی کارم و به کسی دیگه بفروشم و اون نیروی کار منو تبدیل کنه به کار و از تفاوت این دوتا که میشه اضافه ارزش بهره ببره این چیزیه که تو دنیای قبلی انجام نمیشد اگر برده میشد برابر با برده دار دیگه استثمارش غیر ممکن بود ولی در سرمایه داری اتفاقا استثمار فقط در صورتی ممکنه که این نابرابری تبدیل شده باشه به برابری مرسی رفیق کامبیز من کسی دیگه تو لیست نمیبینم خودم یکی دو تا سوال داشتم همطور که میدونید رفت مارس موقعی که بعدها راجع به این کارش سر نقد فلسفه حق هگل صحبت میکنه مثلا تو مقدمه صهمی بر نقد اقتصاد سیاسی اشاره میکنه که دلایلی که رفت دنبال این پروژه این بود که به این مسئله مادی به پردازه به اصطلاح نشون بده که در این دولتی که قرار منافع عمومی منافع یونیورسال رو منعکس بکنه چطوری منافع مادی از همون جامعه مدنی روش اثر داره میخواستم اگه ممکنه یه مقدار راجب این نکتم در نوشته مارکس بسیار توضیح بدید که این نکته چه چه به صلاح بحثایی توی نقل فلسفه حقه در این رابطه کرده <متصفح> رابطه به صلاح اقتصاد و سیاست در دولت <متصفح> ببینید مهمترین جایی که به نظر من این مسئله رو در واقع مارکس اشاره کرده مثل میگم این کتاب مثل یه فهرستی از تمام ایشوهایی که بعداً بهشون می‌پردازه. مهمترین جایی که این بحث رو میکنه جایی که راجع به طبقه زمیندار داره حرف میزنه و اینی که این اصلی که اون موقع وجود داشته که زمین تو میرسه به پسر ارشدت و اونای دیگه نمیتونن به ارث ببرن زمینو خب این میاد اینجا میگه نگاه کن لاجیک مالکیت خصوصی اینجا خودشو نشون میده مالکیتی که از انسان یعنی از مالک بیگانه شده و حاکم به سرنوشت اونه در واقع زندگی مادی اونو داره تأمین میکنه تضمین میکنه که تو آینده آیا تو مالک خواهی بود یا نخواهی بود اون مایملک تعیین میکنه که تو مالک خواهی بود یا نخواهی بود نه اراده تو یعنی تو تابع اراده اون میشی اون وقت توی این قضیه زیادم نیست فکر کنم اگه اشتباه نکنم هشت صفحه است ولی خب خیلی دنسه خوب این قضیه رو باز میکنه که چطور مالکیت در واقع اون مبنای مادی تمام تفکر و تمام نظام اخلاقی که روی اون پایگذاری میشه برای اینکه بر این مبنا پسر ارشد و پدر خانواده و طبقه زمیندار و اشرافیت و آزاد بودنش از قید بازار و همه این چیزها رو در واقع اون تعیین میکنه که اون این به نظر من همون نکته که تو میگی بعدا مارکس اینا الابوریتش میکنه دیگه میره سر این قضیه که چطور مناسبات اجتماعی اقتصادی در واقع مناسبات سیاسی حقوقی اینا رو هم تعیین میکنه البته نه به اون معنی که بعدا دیگه خب یه خورده زیاده روی شد یعنی از انترناسیونال دو و سه دیگه انقدر اینو بزرگش کردن که به هیچ وجه به دولت و حقوق و فرهنگ و فلان اینا نمی پرداختن اونا همه به عنوان اپی فنومنا در نظر گرفته می شد یه چیز هاشیهی مهم نیست یه مش دروغه که طبقه حاکم میگه دیگه اصل قضیه روابط اقتصادی در حال که مارکس همین برخورد و به روابط اقتصادی هم داره یعنی اونا هم دیکانستراکت میکنه اونا هم نشون میده که چطور انسان از خودش بیگانه میکنه در واقع اینا همه جلوه های مختلف از خود بیگانگیه ولی این جنبه ای که تو گفتی رو به نظر من سر مسئله زمیندارا خیلی خوب بررسی کرده و مسئله ارث یه ب... سوال دیگه هم داشتم اونم این که مارس اینجا با به نقد فلسفه هیگل به طور کلی و به فلسفه سیاسی هگل به طور مشخص در واقع میپردازه به نقد نهادهای موجود دولت در آلمان و به یه معنایی توی بحثای توی این نقد فلسفه حق هگل این رو دقیق میشه دید بعد توی معرفی این به نقد خیلی دقیق هم این رو توضیح میده برای اولین بار به بسای مفهومی از فلسفه میاره فلسفه به مصابه پراکسیست یعنی نقش فلسفه در واقع اینجا برجسته میکنه از لحاظ نقد واقعیت موجود و آگاهی و به صلاح تغییر این نهادهای موجود نقد رو از این رابطه میاد به صلاح مطرح میکنه میخواستم اگه می شما به این جنبه اشاره نکردین یا کردید من ملتفت نشدم میخواستم ممکن یه مقدار این رو هم بشکافین این تفسیری که مارکس اینجا میده به نظر من یه مقدمه است بعد میشه تئوری پراکسیس مارکس رو دقیقا از این استخراج کرد خودشم توی تزای فورباخ بعد میاد اینا رو فرموله تر هم میکنه دیگه این دیدش رو به فلسفه به طور کلی اگه میشه حسن یه هم را این بار توضیح بدی آره خیلی خیلی موافقم با این قرائتی که تو داری یعنی فلسفه پراکسیس حالا فلسفه شیخ زیادیه اون تئوری که مارکس داره به نظر من اون تئوریه که میگه که ما به جای نگرش به جای این که شرایط باشیم ما دخیلیم توی تغییر و تئوری خودش پراتیکه به شرطی که تئوری معطوف باشه به اون چیزایی که انسان فلواقع باش درگیره و دنبال راه حلش میگرده ما حالا این یه خود بعد از مارکسه ولی من, ش... من کارم برای نون در روانشناسی دیگه تو روانشناسی اینجوریه تو اگر یه حرفی بزنی که از ذره تئوریک راجع استراکچر و ساختار روانه مف نمیارزه به عنوان تراپیست ها تو باید حرفت معطوف به درد و مشکلاتی باشه که اون آدم خاص که جلو تو نشسته الان باش دست به گریبانه در نتیجه اگر تو یه تئوری داری راجع به نارسیسیز اون نارسیسیز می رو بهش راجعه که الان مریض تو باش دست به گریبانه نه به طور کلی راجع به نارسیسیز داری حرف میزنیم فایده نداره اون اون حرف تو اصلا هیچ معنی نداره اینجوری یه دیالوگ روانکاوانه منجر به بهبود میشه توی کار انقلابی هم به نظر من مال مارکس اینجوریه میگه اون تئوری که معطوف باشه به موزلاتی که الان بشر این جامعه باش دست به گریبانه این تئوری خودش پرکتیکاله این میشه فیلسوفی اف پراکسیس ولی اگر من راجب به یه چیزای حرف میزنم راجب وجود مثلا های دیگه راجب وجود حرف میزنم خب خیلی هم عالیه خیلی هم پیچیده و قشنگ و فلان همه چیزاش هست ولی ربط این با تویی که عضو حزب نازی شدی چیه این مهمه اگر اون کار کردی میشه تئوری تو یه تئوری که خودشم هم کال هست وگرنه اگه تو یه حرفی داری میزنی که به قبای تریش قبای هیچ کسی بر نمیخوره خب خب خیلی هم عالیه خیلی سافیستیکیده ولی هیچی در واقع نگفت این تئوری به نظر من میشه فلسفه اسپکولاتیو که باش مارکس مخالف اون یکی اون تئوریه که معطوف به رهایی انسانه برای اینم تو اون مقدمه که الان اشاره کردی اینو میخواد بگه دیگه میگه تئوری اگر توده گیر شد اون وقت اصله است یعنی باید راجع باشه به توده مردم نه راجع باشه به یه مفهوم دیگه ای که اونم همونقدر انتظاییه که خود تئوری تو انتظائیه. مرسی و یه دوست دیگه باز بپرسم چون دست کسی بالاست اونم شما به درستی اشاره کردید که خیلی از این مباحثی که هیگل مطرح میکنه در رابطه با دولت مدرن در واقع به یه نوعی توجیه دولت بوجراییه و این تضادها و تناقضات دولت بوجرایی رو لاپوشانی کردن به یه شکلی اینکه شما بیاید بگید دولت تجلی ایده مطلقه خب بعد تناقضاتش هم میگین در سطح خود ایده مطلق حل خواهد شد دیگه <applause> این ایده ای که بنابراین هر چیزی که واقعی معقولم هست هر چیزی که هست و هر حال یه نوعی از تجلی این ایده مطلقه خودش بهترین توجیه برای وضعیت موجود دیگه یه مقدار راجع این هر چیزی که واقعی است بنابراین معقولم هست میخواستم اگه ممکنه در پرتو این بحثی که کردید به مقدار توضیح بیشتر بدید میتونه خیلی مفید باشه برای فهم نقد مارکس به اینجا خیلی خیلی مهمه همین همین قضیه که در واقع لاجیک دولت مدرن تو خود دولت مدرن نیست تو نمیگردی به ببینی که خب بابا این سرمایه داری مدل یه همچین تضادایی داره و این تضادا در سطح تئوریک به این صورت خودشو جلوه میده میاد برعکس میگی که تئوری میگه که اقلانیت وقتی از خودش بیگانه میشه خرد ایده وقتی از خودش بیگانه میشه به صورت ماده جلوه میکنه پدیده عینی جلوگر میشه بنابراین هر چیزی که عینیه هر چیزی که وجود داره در واقع خیرت پسنده در واقع معقوله همون ایده است که از خودش بیگانه شده یه ذره روش خراش بده میبینی اقلانیت پس دولت هرچی هم در داغونه ولی در واقع بیان اقلانیت در این مرحله از تکامل خودش اقلانیتی که تا حالا رسیده به اینجا پس هر چیز موجود اقلاییه و هر چیز اقلایی وجود پیدا میکنه وقتی وجود پیدا کرد به نظر میاد عقل نیست ولی اگه تو با دید فلسفی بهش نگاه کنی متوجه میشه که اینم ایده است اینم عقله بنابراین میگه چی دولت مارش ایده است مارش اثیکال ایده است در جهان و چی میگی تو <تصفح> چی چی دولتی که این همه جنایت میکنه چطور مارش اتیکال ایده است یا هر چیز موجودی عقلانیه و همین بازی که همیشه متاسفانه سازشکارهای ما در می هر موقع که دیگه قافیه تنگ میشد میگفتن که دیالکتیک اختصام میکنه که در شرط فعلی تضادا به این مرحله از رشد رسیدن پس این اینجوریه نه اینجوری نیست این تو یه لاجیکی داری که اصلا کاری به واقعیت نداره هر موقع که دیدی خوبه به نفته رو میکشی وسط میگی این همونه در حالی که باید لاجیکه از دل خود پدیده بیاد تو پدیده تد... رو باید مورد موشکافی قرار بدی که بتونی برسی به لاجیکش نه لاجیک و موشکافی کنی بگی رسید به این پدیده اینه که ب... از فورباخ گرفته که مارکس میگه هگل جای نهاد و گذاره رو عوض میکنه اینه. یعنی به جایی که بگه لاجیک از پدیده ناشی شده میگه پدیده از لاجیک ناشی شده در نتیجه هر چیز قابل توجیه میشه برای همینم هم میخواد بگه انتقاد من به هگر خیلی این نیست که آدم اپورتونیستی بوده انتقاد من به هگل اینه که روشش بناچار به ناچار اونو میکشونه به توجیه وضع موجود و توجیه دولت و فلان و حتی دولت پروسیا شاه خیلی شاه و خوب مسخره میکنه بعدم میگه که خب این تو اینقدر بحث فلسفی کردی که برسی به توجیه یه عمل فیزیولوژیک که شاه شاه چون از پدر مادرش دنیا اومده هیچ دلیل دیگه براش نمیاری چه استدلالیه در همه چی رو میتونی توجیه کنی مرسی رفیق کامبیس کسی تو نوبت نیست شما را هم دیگه نمیخوایم آ چرا یه نفر دست بازا کرد بهروز عزیز بفهمید شما ای سوالی دارید سلام رفقا خیلی ممنون رفیق صفوای بابت ارائه این بس و ممنون از رفیق تراب که کمک کرد من بتونم سوالمو رو مطرح کنم حقیقت اینه که من چون مطالعات منسجم نداشته هم، اینه که طرح سوالم برام سخت میشه طرح سوال رو رفیق تراب رو سوال اولش برای من آسون کرد خیلی ممنون و اون اینکه به آلمانی میگیم کریگ ان دویچن سوشتنده به انگلیسی فایت the جرمن کاندیشنز However آیا منظور مارکس از این گفته یعنی همان گسست از از هیگلی های جوان به سمت فلسفه پراکسیسه؟ آیا برخورد به باور در, در, دید با مذهب آیا برخورد با ناسیونالیزمه؟ یا همه اینها و رسیدن به،, به, فلسفه گرایشه امیدوارم تونسته باشم این سؤالم رو درست مطرح کنم مرسی والا به نظر من مارکس با تمام سنت فلسفی مدرن داره تصویه حساب میکنه یعنی در عین حال عناصر مثبت اونا رو داره میگیره عناصری که پا داد به یه ورژن خاصی که ورژن بورژوایی هست اونو مورد انتقاد قرار می‌ده. و این پروژه زندگیشه یعنی به نظر من از اینجا شروع میشه ولی اینجا تموم نمیشه همینجور دونه دونه متفکرین و نهادهایی که متفکرین باش دست به گریبان هستن رو مورد انتقاد قرار میده یا بررسی میکنه و میگه محدودیت های تفکر برجوهایی چیه مثلا مسئله خیردو مسئله روش شناختو مسئله دولت صرفا سیاسی و مسئله حقوق برابر در مقابل امتیاز و مسئله ارزش و کالا و سرمایه و تقسیمات درون سرمایه رو یعنی اینا رو بررسی میکنه از اون برم نظامای تئوریکی که سعی میکنن این قضایی رو توضیح بدن و بررسی میکنه و نقب میکنه یعنی فلسفه و حقوق و اقتصاد سیاسی و توی درون فلسفه سنت متافیزیک و اینا رو بررسی میکنه اون وقت در این میون خب درسته یه مقداری هم با هگلیای جوان چون اینا دروبر خودش بودن از همه بهش نزدیکتر بودن با اونا تصویه حساب میکنه ولی من فکر کنم قضیه بیشتر از این و متاسفانه بعد از مارکس این نکته مارکس فراموش شد یعنی متوجه نشدن مارکسیستا که مارکس چه کار داره میکنه چجوریه که داره یه نوع جدیدی از بینش و نگرش و هستی رو میآفرینه و اونو بگیرن هر کدوم یه نکته از این حرف رو گرفتن و اونو ادامه دادن یکی فلسفه تاریخش یعنی بحث مارس تبدیل کرد به فلسفه تاریخ یکی نقد اقتصاد سیاسی رو تبدیل کرد به خود اقتصاد سیاسی یکی نقد به دولت و حقوق رو تبدیل کرد به تئوری سیاسی و تئوری حقوق مارکس در نتیجه اون جنبه اساسی تفکر مارکس که میخواست نشون بده این جامعه سرمایهداری چطور انسان مجرد انتظاعی فاقد خلاقیت و از خود بیگانه رو میآفرینه اون از بین رفت و فکر میکنم الان دوباره داره این زنده میشه از اون طرف به نظر من یک عالمه مکاتب دیگه فلسفی و اجتماعی و روانشناسانه یعنی سوسیولوژیک و سایکولوژیک و فیلاسافیکال به وجود اومدن که آخریاشون همین پست مدرنا بودن که اونا هم هر کدوم یه نکته درستی در گرفتن ولی یکی از نکته های مال مارکس هر کدوم اون نکته ها رو گرفتن ولی کن فکر کردن که اولا این نکته همه موضوع در ثانی در انتقاد به مارس اون نکته رو تازه گرفتن مثلا اگزیستانسیالیزم به جز سارت که خب یه مقداری این نکته رو درک کرده اکستانسیالیز عمدتا فکر میکنه داره به مارس انتقاد میکنه خب همه حرف مارس راجب هستی راجب آفرینش راجب خلق خود آفرینیه انسانه خب شما که دارید همینو میگید با یه مش لغتای پیچیده که موضوع گم بشه چرا اشاره نمی مثلا من واقعا نمیفهمم چطور ممکنه که هایدگر خودش آلمانیه یه ذره بعد از مارکسه به هر آدم آبسکوری این حرف زده نیومده بگی که خیلی خوب حرف من این تفاوت داره با مال مارکس خیلی عجیبه که این نگفته و خیلی عجیبه که نخونده باشه ولی خب ظاهرا نخونده یا من که نمیفهمم ولی بالاخره یه توجیه لابد داره دیگه یا خیلی کسای دیگه که بحث کردن به نظر من هر کدوم اومدن یه نکته ای رو گرفتن بعد اون یه نکته به جای توتالیته بحث مارکس بوده متا نکته خوب مارکس من فکر کنم همینه که فهمیده که اشکال مختلف از خود بیگانگی انسان زاییده این جنبه ای ابسترکت و درونگرای جامعه سرمایهداری و دوران داری ممنون رفیق بیز دیگه به آخر جلسه رسیدیم اگه مایلید نکاتی در پایان بحثتون جمبندی یا اشاره به اینکه بحث بخش بعدیتون چی خواهد بود بگید الان موقعش خیلی ممنون نه دیگه وقتتون رو نمیگیرم فقط من فکر کردم بحث بعدی یا چند تا بحث بعدی هر چقدر که ببینیم طول میکشه من سعی بکنم بیشتر خود این تحلیل مارکس رو بررسی کنم از توی این کتاب و نشون بدم که دونه دونه نهادهایی مثل قوه مقننه قوه مجریه این اصناف اینا رو چجوری بررسی کرده توی جامعه مدنی رقابت رو چجوری توضیح داده و برم تو دیتیلش چون این دفعه به نظر من یه تصویر کلی بود که بدونیم کلا این کتاب راجع چیه یه کمی هم راجع دیتیلش بدونیم خوبه بعد وقت رفقا میتونن خودشون کتاب مستقلا مطالعه کنن یا گروه مطالعاتی بذارن با هم یا با ما یا با هر کسی دلشون میخواد خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین از رفقایی که اینجور خلاق شرکت کردن و کمک کردن من برای خودم هم موضوع روشن بشه خیلی ممنون سپاس از شما و تشکر از همه رفقا که تا این لحظه با ما بودن و امیدوارم اونا از بحث استفاده کرده باشم به امید دیدار تا هفته بعد همونطور که گفتم هفته بعدم بحثمون درباره مسئله دوره بندی سرمایه داریم چجوری ما این دوره بندی رو میتونیم انجام بدیم امیدوارم رفقا در اون بحثم شرکت کنم شب به خیر میگم یا روز به خیر میگم به رفقا تا هفته بعد